اشت. البته در درس های گذشته گفتیم که اسم به سه قسم تقسیم میشه: مفرد، مثنا، جمع. مفرد فهمیدیم که به صحیح و مقصور، منقوص و ممدود و جاری مجرى صحیح تقسیم میشه و علاماتش ذکر کردیم، و فعلا در این درس برایتان مثنا رو شرح میدیم که اسم مثنا بر دو اسم دلالت میکنه، مثل رجلان کریمان، رجلان کریمان، احمدان، محمدان، قلمان، کتابان و به این ترتیب. یعنی اسم مفرد در آخرش الف و نون اضافه میکنی، و اگر اسم مؤنث بود مثلا فاطمه، یک تارم اضافه میکنی، مثلا میگی که فاطمه تان. و اگر مثلا تای مؤنثه نبود، با مو ترتیب تنها الف و نون اضافه میشن. و در ایجا تماما اسم صحیح و مقصوره و منقوصه و ممدوده و جاری مجرى صحیح در مثنا تطبیق میکنیم. شما در اسم صحیح میبینین که الف و نون اضافه کردیم، مثلا در رجل رجلان، محمد محمدان، در سلمان سلمانان، در شفیع شفیعان، در نور نوران، در رسام رسامان، در حدیقه حدیقتان. یعنی تنها یک الف و نون در اسم صحیح ما اضافه کردیم. اگر امی اسم مقصور باشه که در آخرش الف مقصوره باشه، مثلا عیسی، ایره در آخرش چی میگویم؟ عیسایان، عیسایان. امو الف مقصوره را به یا تبدیل میکنیم، عیسایان، موسایان، سلموان. در ایجا امو یا به واو تبدیل شد، ذکراوان، نشوایان، تقوایان، مرتضایان و به این ترتیب. و اما اگر منقوص بود، یعنی در آخرش یا بود، ای یایش به حالت خود ثابت میمانه، میگیم قاضیان، ناسیان، مرضیان، سامیان، حامیان، جانیان، عالیان. اما اگر اسم ممدود بود و میخواستیم که ای را به مثنا تبدیل کنیم، البته به اصل کلمه مثلا حمرا و صفرا و بنا مراجعه میشه، میبینیم که بعضش واو بوده اصلش و بعضش همزه بوده، و به این ترتیب حمرا را حمراوان میگوییم، صفراوان، بناان، سماان، قراان، سمراوان، زرقاوان. و اما در جاری مجرى صحیح میگیم که دلوان، صفوان، حبوان، سموان، رفوان، کفوان، قبوان. و به این ترتیب ای بود درس مثنا که شامل مفرد صحیح، مفرد مقصور و مفرد منقوص و مفرد ممدود و جاری مجرى صحیح می شد که این مفردها را به مثنا تبدیل کردیم.